اینم 500 میلیون سکه دیگه هم ریلیز شد و ارن بارکل. سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. به یک برنامه جدید از آنچه یک قدم جلوتر خوش آمدید. یه مدت موضوع روز دنیا شده ایدراپ ها، آیا خوبه یا بده؟ میخوام بهتون صفر تا صدش رو توضیح بدم. از این به بعد در هر قسمت از آنچه من راجع به یک موضوع ابتدا صحبت میکنم و بعد میریم سراغ چارت و تحلیل مارکت کریپتوکارنسی. ایدراپ از قدیم بوده، برای توسعه دهنده هاست، جهت تبلیغات، این که بتونن رایگان یوزر جمع کنن و به شما یک مقدار از اون توکن رو میدن و شما قراره بر اون تبلیغات انجام بدین و یوزر جور کنید. بیاین با ما مثلا توی یوتیوبشون، توی کانال تلگرامشون و پیگیری کنید اونا رو و بعد از اینکه ریلیز شد، لیست شد، به شما یک درصد بسیار جزئی خواهند داد. آیا زمان ما که مانند طلاست به ما اجازه این کارو میده یا خیر؟ اون سوالو خودتون باید جواب بدید. من فقط میخوام بهتون در این حد بگم که چه پروژه‌ای رو میتونید تو شرکت کنید. پروژه‌ای رو سعی کنید تو شرکت کنید که تعداد یوزراش چند میلیون نفر باشه. بالاخره وقتی تعداد یوزر زیاد باشه، چند میلیون نفر در یک مجموعه باشن، احتمال اسکمش بسیار پایینه. و توجه داشته باشید، اگر قراره به شما میگه که یک کیف پول رو وصل کنید به ایدراپتون، هرگز این کارو نکنید مگر اینکه یک کیف پول خالی درست کنید و بعد وصل کنید، چرا که خیلی‌هاشون کلاهبرداریان و جیب شما رو می‌زنن. مراقب این قضیه خیلی باشید. نکته بعدی که باید بهش توجه داشته باشید اینه که خیلی از ایدراپ‌ها به شما میگه که مثلا فرض کن 50 تتر بزنید تا بتونید اون توکنی که ماین کردین رو برداشت بزنید، یا مثلا فلان کوین معروفو بزنید تا بتونید اجازه برداشت داشته باشید. توجه داشته باشید که اگر به این شکل باشه، احتمال کلاهبرداری خیلی زیاده. شما توی یک پروژه رایگان شرکت کردید و زمانتون رو گذاشتین برای کسب درآمد، نه اینکه یک هزینه‌ای هم تازه انجام بدین و با ریسک همراه. خیلی مراقب این قضیه باشید. آیا ایدراپ خوبه یا بده؟ میگم این جواب خودتون باید به دست بیارید، ببینید که زمانتون ارزش اینقدر وقت گذاشتن داره که مثلا برای 50 دلار 100 دلار فعالیت کنین یا خیر. اگر تایم آزاد دارید، به عنوان مثال روزی نیم ساعت میخواین فانتون گیم بازی کنید یا حالا به کاری غیر از ترید و فعالیت اصلیتون بپردازین، بد نیست یک تایمی رایگان خرج کنین، چرا که بعدها ممکنه اون ارز ارزشمند بشه، لیست بشه مثل گذشته. فرض کنین دیوای دیکس به همین شکل بوده، ارز ایپ به همین شکل بوده و سال به سال ما کوین ها و توکن های مختلفی داریم که بعد از اینکه توسط ایدراپ تبلیغات میشن ارزشمند میشن، صد برابر میشن، چرا که نه. اما حواستون باشه که وقتتون رو هدر ندید. این نباشه که شما تحلیل و ترید و شغل اصلیتون بذارین کنار و صرفا فقط بار روانی داشته باشین که آیا این پول میشه یا خیر. این روزها خیلی باب شده پروژه‌ای که بر بستر بلاکچین تونه، مثل همستر و چند تا آیتم دیگه که نمیخوام اینجا تبلیغاتشون رو کنم، به هیچ وجه نمیخوام بهتون بگم که این ایردراپ خوبه یا بد، ولی نشونه ها رو بهتون گفتم. اینکه ببین بررسی کنید با علم خودتون، توی یوتیوبش برید، توی تلگرامش برید، اون کامیونیتیشو نگاه کنید و اگر براتون به صرفه است چرا که نه فعالیت کنید. اما بدونید، باز تکرار میکنم این صحبت ها، زمان طلاست، مخصوصا برای تریدر. با من همراه باشین پشت چارت، بریم برای تحلیل کریپتوکارنسی و آنچین. خب دوستان، بریم چارت های آنچینی رو بررسی کنیم و بعدم تکنیکال نظرم خدمتتون بگم و یه برایندی از جهت مارکت خدمتتون بگم، نظر اصلیمو که این هفته احتمالی بیشتر اصلاح به سمت پایین داریم یا اینکه رشد های مجدد. خب اولین چارتی که بررسی میکنم فاندینگ ریت و بذار من بیام توی زمان حال، سبز رنگ مثبت فاندینگ ریت یعنی اینکه قیمت چارت فیوچرز بالاتر از اسپاته و سبز رنگ یعنی یه فی بایرها دارن به سلرها میدن و صرفا جهت اینه که یواش یواش سیو سود کنن، اذیت بشن توی نگه داشتن پوزیشنشون که یواش یواش یکم قیمت به سمت پایین حرکت کنن. ولی خب عددش خیلی زیاد نیست. ببینید موقعی که اینجوری اسپایکی به این شکل باشه، با مومنتوم باشه، باعث میشه که قیمت اصلاح رو به پایین داشته باشه، ولی الان نه، قیمتش نرماله، خیلی دیده خاصی و این چارت به من نداد، ولی در حدی هست سبز رنگ که یواش یواش یک مقدار اصلاحایی توی مارکت داشته باشیم، ولی میگم مومنتومش زیاد نیست. بریم چارت بعدی رو بررسی کنیم و همینجور که میبینید فیر اند گرید ایندکس، شاخص ترس و طمع، ببینم که عددش الان چنده خدمتتون بگم. این شاخص هم خیلی حائز اهمیت، اگر عددش خیلی زیاد یا کم باشه. الان نرمال 73 و سبز رنگ توی طمع هست مارکت، معامله گرها امید به این دارن که قیمت‌های بالاتر رو ببینن، فعلا یکم طمع کردن، پس نشون میده که یواش یواش ممکنه اصلاحی توی مارکت داشته باشیم، ولی عددش خیلی زیاد نیست. فعلا دید خاصی تا اینجای کار ندارم، نه سل زیاد نه بای خیلی زیاد، فعلا نرمال مارکت، ممکنه یکم رنج باشه. و آیتم بعدی که میخوام بررسی کنم ماینینگ دیفیکالتی، سختی شبکه است که ببینم به چه شکله. بیام توی کوتاه مدت
و بله ببینید نرمال کلن رو به بالا و ETH های جدیده و مشکل خاصی نداره. میگم این چارت رو کلن هر هفته بررسی میکنم به اضافه هشرت، صرفا ببینم مشکل خاصی رو داره یا خیر. فعلا نه، کاملا نرماله، یه اسلر ریز داده، حالا دوباره به سمت بالا حرکت میکنه و فعلا خیلی نگران کننده و به سمتی نیست که من حالا بگم اتفاق عجیب غریبی توی مارکت داریم. فعلا خیر، بذاریم من این چارت هم ببندم، نه که تحلیلش انجام دادم و برسیم به هش ریت. هش ریت هم کاملا رو به بالا نرمال و یک مقدار درون خودش یه اصلاحای ریزی داشته باشه. ببینیم مثلا فرض کنید اینجا بعد اومده پایین بالا پایین، ببینیم همجور زیگزاگی داره بالا پایین میشه، ولی در کل بلند مدت رو به بالاست. الان هم اصلاحش رو زده تقریبا رو به بالاست و این هم به همین شکل مشکل خاصی نداره. تا اینجا یه کار هیچ فیلینگی ندارم بالا یا پایین و بریم ببینیم چه آیتمی ممکنه اون یک دیدیو بده. نمبر آف اکتیو آدرس رو میخوام ببینم، تعداد آدرس های فعال، که معمولا این چارت به من خیلی دیده جذاب میده و هر هفته تقریبا دیده خوبی رو به مارکت با توسط این چارت پیدا میکنیم. تعداد آدرس های فعالم ببینید اینجا من یکم زوم کنم توی کوتاه مدت و خب در حال حاضر وارد یک دیمندی شده که اینجا متصورم. ببینید اومده وارد اینجا شده، رفته بالا، اصلاحاشو زده، شروع به بالا رفتن رو کرده، یک مقدار بالا رفتن مارکت رو به من داره نشون میده، چون اینجا این دیمند رو تست کرده و هر سری یکم ببینید یکم بایر شده و میدونید که وقتی تعداد آدرس‌های فعال بره به سمت بالا یکم مارکت سعودی خواهد شد. ولی خب اینجا من بی او اس مخالف اینجا زیاد می‌بینم، یه دونه اینجا این کف زده شده، یک کف اینجا زده شده. می‌بینید یک مقدار اینجا نواحی عرضه سر راهش هست، یعنی اگرم سودی داشته باشیم راه سختی رو داره که بخواد برگرده همه رو بی‌اعتبار کنه و بره به سمت بالا. پس یکم هنوز من فیلینگ سلو دارم، یک مقدار هنوز اصلاح مارکت رو دارم، ولی کوتاه مدت میتونه یک رشدهایی داشته باشه، وارد نواحی عرضه اینجا که بشه بریزه و مارکت اصلاح بده، که توی بیت کوین تقریبا میشه در حد فکر میکنم 3-4000 دلار رو به بالا حرکت کنه و بعد بریزه. این چارت فعلا این همچین چیزی رو به من تحویل داد. حالا برم تکنیکالی هم چارت رو ببینم و نظر نهاییمو برای اندش خدمتتون بگم. آیتم بعدی SOPR. SOPR چقدر زیاده. این چارت داره به من ریزش شدید مارکت رو نشون میده. بله SOPR خیلی عدد زیادی داره نشون میده، عدد 1.16 بسیار بسیار عدد بالاییه و یک ریزش عجیب غریبی مارکت میتونه که داشته باشه و این تصمیمات لحظه ای. دوستان ببینید به لحظه اومده این بالا تصمیم داشته، مثلا فرض کن اینا ترپ مارکت هم میتونه توسط نهنگا باشه که بیان ما رو یه ذره گول بزنن، چون نهنگا دوست دارن ما رو فومو کنن یا ما رو بترسونن یا اینکه حالا ما رو شجاع کنن تو خریدهای شتاب زده و ما متضرر شیم و اون سودی که تو جیب اونا میره براشون مهمه و اون گردش پول از جیب ما خورده ها هست به سمت جیب نهنگ ها. میان اینجا یه ذره فاد ایجاد میکنن، یه ذره ترس ایجاد میکنن، یه ذره مثلا فرض کن فومو میکنن، اینجا به مردم به معامله‌گرا شجاعت میدن، ولی یه دفعه دستشون عوض میکنن. اینجا تصمیم داشته که مارکت اصلاح شدید داشته باشه. ببینم تاریخش کیه خدمتتون بگم. دقیقاً اینجا میشه 28 می. حدود چند روز پیش اینجا نشونه ریزش شدید مارکت رو توسط این چارت ما میدیدیم. حالا من یه لحظه برگردم روی چارت تکنیکالی ببینم الان دقیقا 28 می چارت کجا بوده. من اینو بیارم بیت کوین 28 می تایم فریم دیلی 28 می میشه دقیقا اینجا. بله ببینید دقیقا این بالا رو نشون میده. توسط آنچین ما ریزش شدید مارکت رو دیدیم و اتفاقا تکنیکالی هم از 70600 اومد تا کف 66700. ریزش شدید نبوده ولی بالاخره یه تأثیری هم گذاشته. ببینید از اینجا تا اینجا حدود 6% ریزش توی بیت کوین با لورج 20-120%. ما یعنی یک سود بسیار راحت، خیلی خیلی ایزی رو میتونستیم با چک کردن این چارت به دست بیاریم. اگر آنچین چک کرده بودیم 28 می و این چارت SOPR رو میدیدیم اینجا ما قطعا روی سلش میرفتیم و این 6% رو میگرفتیم. ولی خب تکنیکالی هم ما این سلو داشتیم و توی تلا قبلا در کانال تلگرام در اینستاگرام همه جا همه دوستان عزیزم اینجا خدمت شما سل بیت کوین رو گفتن، چرا که وارد یک نایه عرضه یک ساعته شده بود، قبلش هم اینجا این نایه عرضه تست کرده بود، کلا یکم اینجا سلر شده بود، حالا بای هایی هم داشت روی این دیمنت. حالا من تکنیکالی رو بعد برمیگردم براتون توضیحش میدم، ولی خواستم بگم که دقیقاً با چک کردن این آیتم
SOPR ما میتونستیم در 28 می بریم روی سل مارکت و 6% ریزش فوق العاده بوده برای بیت کوین. الان تکلیفش چیه؟ الان در حال حاضر نه، بحرانی نیست. اینکه اومدم اولش گفتم ریزش شدید تو مارکت رو میتونیم داشته باشیم، خب الان دارم میبینم که عددش خیلی اومده پایین. اینجا به این تاریخ رفته بود بالا، ریزش مارکت هم داشتیم، اسلای مارکت هم داشتیم، عدد 6% حالا فعلا، چون اینقدر هنوز تقاضا بالاست و اینقدر تکنیکالی نواحی مختلفه دیمند و تقاضا برای خرید داریم برای بیت کوین که بعد از ریزش 6% اینجا کاور شده و عددش اومده پایین. ببینید یه دفعه اصلاح شده عددش و الان بحرانی نیست، الان ممکنه ریزش دیگه قطع شده باشه، فعلا در همین حد بوده. و اگر حالت عادی بود بیت کوین، اون تقاضا توسط ETF هنوز شکل نگرفته بود، یک سری فاتحایی توی مارکت صادر میشد، با همچین عدد SOPR من حداقل 20% 25% اصلاح توی مارکت میدم. الان که 6% خب بابت اخبار خوب روزانه است که بالاخره برای بیت کوین همیشه است و الان داره دیگه یه جورایی استیبل میشه و تثبیت میشه و امنیت شبکه کلا روز به روز داره میره بالا، هم جای پروژه‌های موفق مختلف داره رونمایی میشه و کلا حالت خوب مارکت رو داریم سپری میکنیم. خب SOPR هم خدمتتون گفتم، بریم سراغ ریلایز پرایس و عددش نرماله، مشکل خاصی نداره. تمام این چارتا رو دوستان حالا یک بار سر حوصله من میتونم یک جلسه فقط راجع به مثلا ریلایز پرایس بگم، خیلی تخصصی بررسیش کنم، ولی توی یک قسمت که من میخوام چارتای مختلفو بگم و تایم برنامه کوتاه، نمیتونم خیلی زوم بشم روی یه آیتم. و در همین حد که بهتون بگم عددش نرمال 30,000 الان و هنوز روی سود هستن بسیار زیاد معامله گرها برای بیت کوین، پس اینجا احتمال ریزش مارکت رو داریم، ولی خب اختلاف خیلی نیست و روسا این عدد بوده و همینجور کلا به سمت بالا و پایین اصلاحی مخفش داشته و یکم حالت رنج هم شده اخیراً، پس چیزی دستگیر من نمیشه درست این چارت که بهتون بگم سل یا بای. من نهایتا میخوام یه تصمیم بگم، هر چارت رو جداگونه یک نظری راجبش میدم، میگم این چارت سله این چارت بای، بعد نهایتا یه برآیندی میگم. ممکنه مثلا فرض کن از 10 تا 6 تاش بگه سل، ولی آخر کار بگم نه بایه بایه، چرا که اون چارتایی که باین یکیش فقط ممکنه یه دفعه خیلی خیلی شدیداً به من سیگنال بایه بده و اون شدت خیلی برای من مهمه نه تعداد، یعنی کیفیت هم خیلی مهمه تا کمیت. خب بریم سراغ آخرین چارت آنچینیمون، ETF هم که نرمال همینجور روزانه به خرید هستن و داره بهشون خوش میگذره دیگه، یه دیده بلند مدت هم دارن و خسته هم نمیشن، همینجوری دارن میخرن و اوکیه، تقاضا هست و قیمت برای ریزش فعلا همینجا تثبیت شده و خیلی اصلاح زیادی و شاید مارکت فعلا نشه باشه، توسط این چارت دارم این حرف رو میزنم. خب من یه برایندی از کل چارت های آنچینی خدمتون بدم، یک مارکت رنج رو میبینم، یعنی این هفته به نظرم بیتکوین 1,000-2,000 دلار بره بالا، 1,000-2,000 تا بره پایین، یکم رنج رو کلن حرکت خاصی توی مارکت ندیدم توی آنچین و حالا تکنیکالیش هم ببینم و یه برایند کلی هم بگم، یعنی یه ترکیبی از آنچین و تکنیکال و مثل همیشه دیگه هر هفته به همیشه خدمتتون میگم نظرمو. خب بیت کوین اولا تایم فریم دیلی ببینم، توی دیلی کاملا سودیه، کلا اصلا روند سودیه، هفتگی دیلی کلا کریپتو هنوز حالت خوبش رو داره میبینه و مشکل خاصی رو نداره. برم توی تایم فریم پایین‌تر 4 ساعته، خب ببین اولا این نظر خدمتتون بگم، چون توی دیلی سودیه پس احتمال ATHش هست، ببینید رفته بالا اصلاحاشو زده و بعد از اینجا دوباره بایر شده کاملا، ببینید کف و سقفای بالا زده، چرا وقتی سعودیه توی دیلی بر نگرده به تارگت اصلی و اون هدف نهاییش ATH، تست ATH و ATH جدید در واقع ATH، خب یه معنا میده دیگه، یعنی بالاترین نقطه ممکن و به نظر تکنیکالی بلند مدت کاملا مارکت سودیه و اهداف بسیار زیاده برای بیت کوین. اگر مارکت به همین شکل مشکل خاصی ازش پیش نیاد، خواهد دید اهداف 90,000 دلار 100,000 دلار واقعا دور از ذهن نیست. حالا بریم کوتاه مدت رو یکم ببینیم، 4 ساعتش رو نگاه کنم، توی 4 ساعته یک ناحیه ارزه اینجا داره که حالا من 1 ساعته اومدم رست کردم، ولی 4 ساعته هم هست این ناحیه، خیلی جذاب اومده این ناحیه، تست کرده ریزش اومده روی این دیمند رفته بالا نهایتاً و به نظر میاد که توی کوتاه مدت ببینید این ناحیه ارزه اینجا یکم اومده نقدینگی جمع کرده، یکم اوردرهای فروشش کم شده، ولی دفعه بعد که وارد این ناحیه شده ببینید شادو شده و یه دفعه ریخته، پس من فعلا این میشوره میبره متعلق قبل و نمیتونم قضاوت کنم بگم این سری این ناحیه بی اعتبار میشه میره بالاتر، چرا که دفعه قبل که وارد این ناحیه شده ببینید اکشنو شدیدن رفته بالا، ولی یه دفعه چه شادویی شده نشون میده، اینجا مجددا اینجا تو مموری
معاملگرها بوده که اینجا باعث ریزش بوده، پس بذاریم ما اینجا دوباره هی اوردرهای مخالف فروش رو بذاریم و اینجا یکم نایه رو قوی کردن. حالا باید ببینیم که به لحظه وارد این نایه که شده تا این بالای نایه، از اینجا خدمتتون بگم عددش از 70000 دلار که الان همون هولوشه تا 70700 حدوداً 70800 توی این محدوده جای سل هست، اما تاییدیه بایستی بگیریم. به هر روشی که کار میکنین حتما تاییدیه بگیرین توی کریپتو، مخصوصا توی اوضاع الان، و بعد وارد پوزیشن بشین. اینکه نقطه ورودتون یکم بالا پایین بشه، یکم استاپتون بزرگ بشه، ایراد نداره، چون کریپتو بخواد راهش رو بره به سمت تی پی یا استاپ با مومنتوم میره کلا چند روز دفعه یو میره، و این نیست که حالا نقطه ورودتون یکم بد بشه. نه حتیش اگر فیوچرز کار میکنین لیوریجتون رو یکم بیارین پایین، کلا دارین لیوریج 10 میزنین، یه ذره بعد از تاییدیه دیدید حسابتون بزرگ شد، به جای لیوریج 10 لیوریج 5 مثلا بزنین، مثال میگم. خب یکم زوم شم توی تایم فریم های پایین تر، توی یک ساعت اکشن رو ببینم توی ناحیه. ببینین توی یک ساعت اینجا توی این ناحیه تقاضا پایر شده، رفته بالا رفته بالا، ولی ضعف روند من دارم اینجا کلا برای بیت کوین میبینم. با اینکه خیلی از معامله گرها به بالا رفتن قیمت فکر میکنن و اصلا هم اشتباه فکر نمیکنن، ولی من خیلی که نگاه چارت میکنم یک دفعه یک ریزش پنهانی هم توش دارم میبینم که یک دفعه یو همه رو غافلگیر کنه. ببینین اینجا رو نتونست صف جدید بزنه، ریزش کرده، زور زده دوباره نتونست اینجا صف رو بزنه، ریزش کرده. درست که اینجا نقطه خوبی برای خرید بوده، ولی نهایتا دوباره ببینید وارد اینجا شده، دوباره یکم فاز ریزشی رو گرفته. به نظرم دیگه یواش یواش چه این نایه چه دیگه تهش نایه بالایی 72000 تا 72600 یه نقدینگی جمع کنه، باعث ریزش های بیشتر براش خواهد شد. حالا من باز برم تتر دامیننس هم ببینم وضعیت اون به چه شکله. تتر دامیننس هم ببینید، من نوایی مال تحلیل مال قبله، یه نایه عرضه دارم تا این بالا تقریبا، یه نایه تقاضا اومده اینجا ریزش، اینجا ریزش، اینجا ریزش، اینجا ببینید بالا بالا بالا، کلا این ساعت کار کرده نواهیمون و بارها ما توی این رنجی که تشکیل داده. ببین یه تریدینگ رنج دیگه، همینجای بالا پایین بالا پایین، همینجا ما همینجوری میتونستیم سل و بای های مختلف رو هی بگیریم تا نهایتا فوقش یه بار استاپ بشیم اگر پایبند باشیم به استاپمون، چرا که واقعا کار سخته دوستان. این حالا حرف برم توی یکم مدل سرمایه خیلی خیلی سخته. تئوری ما رو برگه می‌نویسیم، امضاش هم می‌کنیم، استاپ می‌ذاریم، تارگت می‌ذاریم، ولی آخرش یک معامله‌گر در ماه یومینی یکی دو بار دستش در بره و همون یکی دو بار هم حسابش رو کال یا لیکوید کنه. بعد حتما پایبند باشیم به استراتژی که داریم. و الان حالا از این حرفا بگذریم، مدیریت سرمایه من همون تتر دامیننس رو نظر کوتاه‌مدت هم خدمتتون بگم، جایی هست که بره بالا. ببینید نایه تقاضای قویه، هر بار اومده بعد از این ریزش‌ها رفته بالا، و اگر از این ناحیه بره بالا همانا و بی‌اعتبار کردن این سری این ناحیه عرضه همانا و دیگه چی؟ ریزش مارکت همانا. به نظرم مارکت الان تکنیکالی دارم تتر دامیننس رو میبینم کلن یکم رو به بالاست و بیا تا ناحیه عرضه بالا سرش، یعنی کجا؟ اینجا، و احتمالاً ریزش توی مارکت ما داشته باشیم. بذارید من اینو اسمش هم بذارم یه سابلای یک ساعته. اینجا جاییه که احتمالاً برخورد اولش بریزه، اینجا جاییه که ما روی بای مارکت بریم. وقتی بیاد اینجا تاییدیه بشه، تتر دامیننس بریزه، ما بای مارکت رو میگیریم. ولی همه این سناریو میتونه برعکس شه. مثلا فرض کن من میگم اینجا بره بالا که مارکت بریزه، ببین با مومنتوم داره میریزه، احتمال داره این سری این نایه رو از پیش رو برداره و بیشتر بریزه. ما باید صبر کنیم، تاییدیه بگیریم، ببینیم آیا اینجا میتونه به وظیفش عمل کنه یا خیر. اگر عمل کرد میریم روی بای تتر دامیننس یا سل مارکت، اگر عمل نکرد رفت پایین که بلکس. و اگر این ناحیه فیل شد، من ناحیه بعدی تقاضا که براش توی ذهنم دارم اینجاست که یک بارم خیلی خوب به وظیفش عمل کرده. اینجا یه دیمند یک ساعته است، ببینید تاچ کرده رفته بالا. این نواحی برای تتر دامیننس داشته باشین، این چند تایی که من براتون رسم کردم رو داشته باشید. با تک به تک این نواحی شما میتونید تحلیل جذابی از مارکت رو داشته باشید و برید برای پوزیشن های مختلف. این کوتاه مدت بود این نواحی که دارم بهتون میگم، و بلند مدتش بدون شک بدون هیچ اغراقی مارکت بلند مدت اگر بهش تایم بدیم و مشکل خاصی پیش نیاد کلا سودی تا چند ماه خواهد ماند. دلیلی نداره الان بیت کوین با این تقاضای ETF ها بخواد یه دفعه ریزش خیلی شدید داشته باشه. بله اصلاح داریم 20% 15%، ولی اینکه بخواد روند کلا خرسی بشه فکر نکنم فعلا. خیلی ممنون که این برنامه رو مثل همیشه تا انتها دیدید، با کامنت ها منو دلگرم میکنیم. اگر آیتم خاصی تحلیل کوین خاصی رو دارید توی کامنت ها به من یادآوری کنید، و بدونید که من دونه به دونه کامنت ها رو میخونم. اگرم توی برنامه آنچنین در موردش صحبت نکنم، حتما توی دایرکت اینستاگرام به شما پاسخگو خواهم بود، استوری میذارم، تولید محتوا میکنم راجع به اون چیزی که شما از من درخواست دارید. فعلا خدا نگهدار.